عزیزان، به همه شما باز خوش آمد میگم. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که تصمیمی که ما در زندگیمون میگیریم بر مبنای چیه. ایمانداران، ما مخصوصا ما ایرانی ها گذشتمون یا فرهنگمون بر مبنای احساساته. یک تصمیم هایی که توی زندگیمون میگیریم شاید بگم 80-90% بر مبنای حسمونه. چی حس میکنیم؟ مثل یه فردی بود که به من گفت یه روز توی زانوش یه قده دید، همین وارد این فکر افتاد که این قده سرطانیه، بعد یه ذره به این رسید که این پاش از دست میده. تمام این مسئله بر مبنای فکرش بود. وقتی رفت دکتر دیدن نه، یه چیزیه که خورده باد کرده و برای مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. اینه که اون چیزی که ما فکر میکنیم، اون چیزی که حس میکنیم، آیا تصمیم زندگیمون رو بر این مبنا میگیریم یا بر مبنای هدایت روح خدا؟ اینه که ما دو تا قسمت داریم: تصمیم گرفتن در زندگی یا بر مبنای احساساتمونه یا بر مبنای افکارمونه یا بر مبنای امیالمونه. میتونیم بگیم نفس ما در حقیقت بر مبنای یه چیز نفسانیه، یا اینکه بر مبنای هدایت در روح. حالا این روح میتونه هم روح خدا باشه، روح خدا ما را هدایت بکنه، یا روح خود ما، روح نجات دیده ما، روحی که قوی شده در ایمان، روش پیدا کرده و بر مبنای حقیقتی که خدا برای ما آشکار میکنه ما این تصمیم رو میگیریم. چون مسئله ما مسئله قدم برداشتن در ایمانه. ببینید در انجیل چی میگه. در انجیل میفرماید در رومیان باب 8 آیه 14 میگه زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایان. روح خدا چجوری ما رو هدایت میکنه؟ خیلی این سوال از من میپرسن برادر رضا، من چجوری بدونم هدایت روح خدا چیه؟ روح خدا اصولا اینطور نیست که بگه برو اینجا اینو بخور اینو نخور، این کارو بکن این کارو نکن. کاری که روح خدا میکنه به روح ما حقیقت مسیح رو آشکار میکنه. روح ما انجیل میگه یک وسیله برای خدا، یک مثل ابزار برای خدا. اینه که خدا به وسیله روح القدس حقایق الهی رو در روح ما، اگر ما با ایمان را بریم، اگر به کلام گوش بدیم، اگر کلام دائم در پیش ما باشه، این حقایق رو به روح ما آشکار میکنه یا تزریق میکنه، میشه گفت یه همچین حالتی. عنوان مثال در یوحنا باب 16 خداوند در مورد روح القدس میگه اون مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود، یا حقایق من را به شما اعلام میکنه. اون چیزی که در مسیحه، نیکی مسیح، فهم مسیح، حکمت مسیح، قوت مسیح، دانش مسیح، اینها رو یک ذره یه ذره میگیره، چون به فکرمون که نمیتونه اعلام بکنه، چون فکر انسان یه مسئله طبیعیه، بلکه به روح ما آشکار میکنه. نیکی یک ذره به روح ما آشکار میکنه. نیکی این حقایق برای روح ما که آشکار بشه، بعد وقتی با یه مسئله مواجه میشیم دو تا حالت داریم: باش با احساسات رفتار کنیم یا مطابق اون چیزی که برای ما آشکار شده به وسیله کلام، به وسیله قدرت روح القدس. انجیل در یوحنا باب 14 میفرماید زیرا، یعنی همان روح راستی که ببین میگه روح راستی، حقیقت خدا رو فقط روح القدس برای ما میتونه آشکار کنه، که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او نزد شما میماند و در خود شما خواهد. نگه روح القدس در ما ساکنه و دائم روزانه ما رو تقدیس میکنه. یعنی چی ما رو تقدیس میکنه؟ حقایق مسیح رو اگر کلام درست بشنویم، این مسئله اساسی اینه، ابزاری که خدا استفاده میکنه بایستی درست بشه، اگر اگه درست نباشه این حقایق رو نمیتونه روح القدس به ما آشکار بکنه بدون کلام درست. اینه که کلام درست، شما حقیقت را خواهید شناخت، خداوند خودش گفت در یوحنا باب 8 و حقیقت آیه 32 شما را آزاد خواهد کرد.
من با یه خانم امروز صحبت میکردم در مورد مسئله ای داشت، گفت برادر من برم این کلیساها اینجا برام دعا کنن. گفتم اگه بری اونجا درد سرت بیشتر میشه، چون دانشی که من میشنوم از بعضی از این عزیزان، دانششون در موارد روحانی در بعضی از موارد کمه، مثلا در مورد ارواح پلید اینا دانششون چون کمه در این مورد، تعالیمشون اشتباهه در این مورد، اینا بیشتر ترس ایجاد میکنن تا قوت. اینه که دانشی که به شما میرسه، این دانش اگر درست باشه، اگر مطابق کلام خدا باشه، خدا از این کلام استفاده میکنه. ببینید در یوحنا 16 میگه در هر حال وقتی که او راه راستی به شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میزند. در مورد چی بشنوه؟ کلام حقیقت، کلامی که از مسیح میاد، اون چیزی که از مسیحه، از مسیح میگیره و به ما آشکار میکنه. این چیزی که افراد میگن او من در روحم حس کردم خدا به من میگه این کارو بکن، مواظب این مسئله باشید. منو کم میبینید بگم خدا به من گفت این کارو بکن، چون خدا با ما گفته، 66 کتاب به ما داده، بیشتر از این دیگه خدا حرف نمیزنه. اینی که خدا اون حقایقیو که در انجیل روح خدا اون حقایقو میگیره از مسیح و برای ما بازش میکنه، مکاشفش میکنه که روح ما قوی بشه. و بعد تصمیمی که میگیریم، امروز یکی دلتو شکوند، تصمیم با این دل شکستن بر چه مبنای تصمیم میگیری در رابطه با اون فرد توی کلیسا؟ به عنوان مثال یکی دلتو شکوند، قهر میکنی یه ما نمیری کلیسا یا دو ما نمیری کلیسا. چرا؟ چون دلش شکست است. برادر رضا بر من ارزش قائل نیستن، من این همه کار کردم، برادر رضا منو نمیفهمه، هدیه منو نمیدونه، این بلا 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 بلا. همش راجع به احساساتته. تصمیم گیرید بر مبنای اون چیزی که به قلب فیزیکی اتفاق افتاده، به افکارت، به احساساتت، نه بر مبنای حقیقت خداست. حقیقت خدا چیه؟ عیسی مسیح وقتی روی صلیب بود بهش توف انداختن، زدنش توی صورتی، زدن چشش رو بستن، گفتن بگو اگر میدونی کی تو رو زد. میدونست کی زده ولی دهنش رو باز نکرد. روی سرش خار، تاج خار گذاشتن، با چوب زدنش، زخم پشتش رو انقدر زخمی کردن با شلاق که پتروس وقتی میدید میگه من یه سوراخ بزرگ در پشتش دیدم. همه اینها رو که باهاش انجام دادن روی صلیب که تردش کردن، چی گفت؟ ای پدر اینها رو ببخش. بر مبنای احساسات نبود حرفش. اگه میخواد بر مبنای احساساتش بود، خدا همه اینا رو لعنت بکن، اینا همشون جهنمیان. نگفت اینو، بلکه بر مبنای حقیقت خدا. خدا چیه؟ خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود. خواست خدا اینه که همه برگردن، همه توبه بکنن. اینه که اگر تصمیمی که میگیریم، چه در رابطمون، چه در کارمون، چه در شغلمون، یکی رو میبینی خوشت میاد، میخواد بری بگیریش، خواستگاری میفرستی، یعنی چی؟ همچین چیزی مگه ما داریم توی مسیحیت؟ یکی بر مبنای حقیقت خدا، خدا برات آشکار بکنه، در روحت بفهمی این مسائلو، نه بر مبنای خیلی ها بر مبنای فکرشون ازدواج. او این پسر خوبه، این دختر خوبه، از خانواده خوب میاد، پدر مادرش خوبه، خودش نجیبه، کلیسا روه. تصمیمت بر مبنای یا فکرت یا احساسات. دختره رو دیدی چشش خود بزرگ عاشق چشش مگه میشه همچین چیز؟ اینی که این تصمیمی که میگیری بر چه مبنایی هست امروز؟ بر مبنای حقیقت آشکار شده کلام زنده خدا به وسیله روح القدس در روحت، یا به وسیله خودت راه انتخاب بکنی توی چاله میفتی. ولی اگه اجازه بدی خدا این حقایق رو برات آشکار بکنه، در زندگی پیروز خواهی شد. فیض خدا با شما امروز باشه در نام عیسی مسیح. آمین.